سلام به همه شما دوستان عزیزم و خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. در آموزش های گذشته من روش های کسب درآمد رو بهتون یاد دادم. امروز میخوام یه سفر بریم سمت گینس، نه خود گینس بلکه گینس، برای اونایی که میگن آقا ما رکورد داره گینسیم، که خیلی ها اصلا هنر تخصص یا ایده ای دارن میخوان ثبت کنن توی گینس، اما از کجا باید شروع کرد و گینس به چه شکلی میشه بهش دست پیدا کرد، اون تیمی که میان چک میکنن کجا هستن، چطور میشه رکوردمون رو ثبت کنیم، و یه عده هم میان ادعا میکنن که من فلانی هم، من فلان کسم، رکورد گینس دست منه، آیا واقعا این صحت داره یا نه، که اینها رو شما در آموزش امروز یاد خواهید گرفت. خب وبسایتی که امروز میخوام بهتون یاد بدم وبسایت گینس ورلد رکورده، که توی این وبسایت شما میتونید رکوردهایی که در گینس زده میشه رو ببینید، یا حتی میتونید خودتون بیاید توی این وبسایت و رکوردتون رو از طریق کارشناسای این کمپانی بسیار بزرگ، این سازمان بزرگ میتونید ثبت بکنید. آدرس این وبسایت رو حتما براتون میذارم. یه نگاهی بندازیم به اینکه اینها چه خدماتی ارائه میدن و چه کارهایی رو انجام میدن. یه عده اومدن اینجا رکورد شکستن، مثل این آقایی که با نفس حبس شده 70 متر توی یخ رفته. بذارید بازش بکنیم ببینیم ایشون چه رکوردی رو شکسته. خب ایشون رفتن داخل یه جایی که یخ بوده، میگه که من تلاش کردم، یه مدت زمانی رو وقت گذاشتم، غواصی سخت گذروندم و نفسش رو حبس میکنه 70 متر میده توی یخ. خب کار کمی نیست، 70 متر منطقه تحت فشار هم، اینها اینجوری که مشخصه نوشته رفته تحت فشار هم آموزش پیدا کرد، آموزش گرفته، یعنی یه جایی هم رفته که تحت فشار باشه. در هر صورت این رکورد توسط کارشناسانی که برای گینس هستن میاد و ثبت میشه، این هم فیلمشه. بذارید صدا رو وضع کنم. To go out onto the outer edge of already quite extreme sport, your eyeballs are at risk of freezing. You are in pitch black darkness for the entire time, and that requires some real mental toughness. I just rock up and die. به دلیل کپی رایت دیگه نمیتونم این ادامه فیلمش رو نشون بدم، چون ممکنه به اشکال بر بخوریم. برگردیم صفحه اصلی این گینس، این رو هم بعد از 2 سال ساختنش، و اینم تیم فوتبال آمریکاست. اینا هم گفتن که با اتوبوس رفتن به مناطق شهر، دو تا دوست با هم رفتن و شهر رو چرخیدن. چه رکوردهایی شکست. اینم که اون سرتیفیکت اصلی گینسه که هر کسی ادعا میکنه میگه آقا من رکورددار فلان هستم باید این سرتیفیکت رو داشته باشه، اگه نداشته باشه خب بدونید الکیه. و در کپی رایت اینجا بذارید من ببینم از کجا میشه جزئیات رو دید. خب اینجا میشه خوند مواردی که ما مورد نیاز و یه بارونی هم گرفته که فکر کنم صدای شروعش رو شما هم باید بشنوید. خب اینجا راجع به داکیومنت ها یه مواردی که شما باید تکمیل بکنید و دانلود بکنید، پرش بکنید، به شما توضیح داده، گفته یه چیزایی باید شما بنویسید و در قالب های مختصر منحصر به فرد به همراه تصاویر میفرستید. لینکش دقیقا توی قسمت رکورد هاست. 1 2 3 4 سه تا مونده به آخر، یعنی 1 2 3 بعد از پست های متداول و اینا و اینکه تایتل رو به چه شکلی، اینا دقیقا این قسمت میتونید در مورد ثبت کردن کاری که تخصصی که دارید یا اون اثری که دارید میتونید اینجا اقدام بکنید. اینها به 7 زبان دنیا
خدمات ارائه میدن و اینجوری که مشخصه فکر میکنم توی ایران هم اینها افرادی هستن که نماینده این سازمانه و اطلاعات رو ثبت میکنن. بذار من یه کلمه سرچ کنم اینجا ببینم در مورد ایران آیا چیزی دارن یا نه. من کلمه ایران رو سرچ بکنم ببینیم چه نتایجی ما نشون میده. در مورد ایران 194 تا رکورد رو به ما نمایش میده. چی؟ با دست بسته چکار کرد این خانم الهام سعادت سادات؟ ببینیمش اینو. آفرین. 5 کیلومتر و نیم تقریبا ایشون با دست بستش رکورد شنا کرده تو تهران، رکورد شکسته. یه نفر بعدی دیگه چی داریم که با تصویر بشه؟ اینا همشون در مورد ایرانه. ایشون هم که آقای حیدریان، آزاد حیدریان. صفحات مربوط به ایران واقعا زیاده ماشاءالله. خب ببینید صدای بارون اینقدر زیاده من فکر کنم بگم همه فقط صدای بارون دارید میشنوید. این وبسایت تخصصا مربوط به گینس، یعنی اگر یه نفر میاد ادعا میکنه میگه آقا من رکورددار گینسم، شما تا زمانی که سرتیفیکیت اصلی خود گینس رو ندیدید نباید باور بکنید و بعد توی این وبسایت میتونید اون رو ببینید و بر اساس مشخصات ایشون دقیقا همین سرتیفیکیتی که دست این آقا هست باید دیده بشه و شما میتونید اینجا به راحتی افرادی که ادعا میکنن رو اینجا صحت و سقم حرفشون رو متوجه بشید یا میتونید خودتون یه رکورد رو ثبت بکنید. چند قشنگ یه رکورد رو میتونید ثبت بکنید و خودتون رکورددار بشید. این آموزش رو من با به این گفتم چون دوستان زیادی سرچ کرده بودن متوجه شدم که خیلی ها میخوان ثبت رکورد انجام بدن و یه تیم حرفه‌ای از خود گینس برای ثبت رکورد ها میان و یا شما رو دعوت میکنن به یه کشوری برای اثبات ادعا و بعد هم که اسمتون ثبت میشه و بعد سرتیفیکیت در اختیارتون قرار میگیره و در نهایت در کتاب گینس مشخصات شما ثبت میشه. تا زمانی که کسی رکورد شما رو نشکسته شما رکورددار هستید، اما زمانی که شخصی رکورد شما رو شکست دیگه شما رکورددار اون نیستید و فقط میتونید بگید آقا من رکورددار هستم تا سال 1300 و مثلا 2019 یا رکورد دارم تا سال 2020. اگه سال 2020 یه نفر پیدا شد رکورد شما رو شکست دیگه شما رکورددار نیستی. خیلی امیدوارم که از ویدیوی امروز استفاده کرده باشی. براتون آرزوی بهترین رو دارم. از ویدیوهای دیگه هم حتما استفاده کنید. روش های کسب درآمد از اینترنت بودن. امیدوارم که آموزش‌ها کاربردی باشه براتون و ازش استفاده کنید. اگر سوال یا پرسشی داشتید حتما در انتهای ویدیو از من بپرسید توی قسمت نظرات و یا از طریق بخش About میتونید آدرس تلگرام من رو اینجا ببینید. به این آدرس تلگرام من در یوتیوب، در تلگرام میتونید پیام بفرستید من بهتون جواب میدم و یک ویدیو آموزشی هم من دارم آماده میکنم، یعنی یه ویدیو در مورد پاسخ به سوالات شما، سوالاتی که شما دوستان عزیز پرسیدید رو من در یک ویدیو کاملا مشخص به همه سوالات شما پاسخ خواهم داد. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدار.